کنه. بعد حالا 7 ماه بعد میخواد به قول معروف توی مسابقه جهانی میخواد مثلا بره شرکت بکنه. خیلی خب، بهترین مربی رو هم داشته باشی متاسفانه زمان یه مقداری کمه. به همین دلیل شاید خیلی از تکنیک ها رو ماها نتونیم اینجا بگیم، چون فایده ای نداره فقط گفتنش. قرار نیستش که من بگم که شما بگید آفرین عسکری بلده. دنبال این ماجره که نمیگردیم، دنبال این میگردیم که شما بتونید به کار ببندید و تکنیک هایی که با زمان شما جور در بیاد، که هم در طول روز بتونی استفاده کنی، یعنی بتونی به کار ببندیش، همین که تو این 6-7 ماه به هر حال یه تأثیری روت بذاره، من اونها رو به اصطلاح خودمون، سلام محمد جان، من اینها رو به اصطلاح از توی این خورجین میارم بیرون و حالا جست گریخته بهتون میگم که بتونیم به کار ببندیمش. پس بچه ها باز هم دارم بهتون میگم اگر از همین لحظه هم حتی داری شروع میکنی، ببین اصلا کاری نرم میرسم نمیرسم فعلا، این بحث رو قبلا ما هم دیگه کردیم بذاریمش کنار، ولی حتی اگر از همین امروز داری شروع میکنی، حتی اگر امروز داری شروع میکنی، چون ببینید باز میگم این فیلمو شاید یه دانش آموز 3 ماه دیگه ببینه، ما خیلی وقتا خیلی چیزا رو ضبط میکنیم 2 ماه بعد شما میبینید، حالا این جلسه شما که تشریف دارید دارید زنده میبینید، ولی خیلی از برا بچه ها خب تو این حالت کلاس نیستن، 2 ماه بعد میبینن. ولی یادت باشه تو در هر مقطعی از زمان بخوای هر کاری رو شروع کنی، نه فقط بحث کنکور، هر کار رو بخوای شروع کنی، اگر تمرکز تو اون کار وجود داشته باشه به صورت 100%، راندمانت از چیزی که فکر میکنی بالاتر خواهد رفت. اصلا به این ماجرا شک نداشته باشه. اوکی، حالا با هم دیگه بررسی خیلی کوتاه و کوچولویی میخوایم داشته باشیم در مورد چی بچه‌ها؟ میخوام بیام اول بگم یه چیزهایی رو رعایت بکنیم، درست شد؟ ما خیلی وقتا میگیم اگر بخوایم تمرکز بکنیم، براتون توضیح دادم، باید بیایم مثلا 20 تا فنر دور و برمون بذاریم، مغز رو جمعش بکنیم بندازیم رو این کتاب. من میگم که بیایم یه کار دیگه ای بکنیم. باز دارم میگم فضات ماها اتفاقا آدمایی هستیم که مغزمون رو کتاب هست، متاسفانه یه فنرهایی وجود داره که مغز ما رو داره پس میزنه. بیایم اون موانع رو اول بشناسیم و ورش داریم. براتون یه دونه یه دونه چند تاش رو در نظر گرفتم که میخوام بهتون بگم. ببینید بچه ها، اولین چیزی رو که بهتون در عالم درس خوندم میگم، چون ببین منم درس خوندم یا متاسفانه یا خوشبختانه دو بار کنکور دادم و تو کنکور سال بعدم نتیجه که دلم میخواست رو گرفتم، عرض به حضور منورتون بکنم که و با تمام این معضلات مواجه بودم. یعنی اصلا فکر نکنید که مثلا من عسکری یا آدمی بودم که از صبح بلند میشم درس میخونم، نه بابا جان، هممون این به قول من فراز و فرود ها رو چشیدیم و من به عنوان کسی که خودم این مسیر رو رفتم به عنوان یک شاگرد متوسط خیلی از دغدغه ها رو میدونم، لمسش کردم، درست شد؟ یکی از بزرگترین چیزهایی که تمرکز شما رو بچه‌ها موقع درس خوندن میگیره، شما رو به خدا گوش بدید برف من، اینه، ساعت. ما خیلی قبلا گفتم ولی واسه برای بچه‌ای که نبودن نشنیدن ندیدن دارم واسم میگم، بچه‌ها من و تو مگه کنترل چیه؟ مثلا چه میدونم برج مراقبت فرودگاه امامی مگه دائما داریم ساعت رو کنترل میکنیم؟ اوکی، ساعت 2 شروع شده، بعد ساعت 3:30 مثلا تابع تموم شه، ساعت 2 شروع شده، ساعت 4 باید تابع تموم شه، چه طرز درس خوندنه؟ تو پس تابع نمیخونی، تو داری کنترل میکنی که چقدر از تابع گذشته و چقدر از تابع مونده هنوز، یا برات سخت بوده چقدر بعد این سختی رو تحمل کنم، یا مثلا چه میدونم حجم این زیاد بوده داری این فکر رو میکنی که چقدر دیگه از این حجم مونده. این خودش تمرکز تو رو میگیره. خیلی وقتا بچه ما موقعی درس خوندن هی داریم ساعت نگاه میکنیم، هی داریم چک میکنیم. بابا یادت باشه تمرکز زمانی اوکیه، زمانی تو میتونی بگی تمرکز دارم، که یادت باشه تو وقتی یه کاری رو انجام میدی مثل درس خوندن، بین چشمت و کتابت، بین چشمت و اون برگهه یک رابطه ایجاد شده، درست شد؟ بر فرض مثال بچه فرض کنیم یه زنجیره که چند تا حلقه داره، 20 تا 30 تا 50 تا حلقه داره، از چشم تو شروع شده این حلقه ها که تبدیل به زنجیر شده، چسبیده به کتاب، هر کدوم این حلقه ها که باز بشه بنا به هر دلیلی، بچه‌ها برای اینکه تمرکز من بلیزه بهم دیگه نیاز نیستش که بمب اتم کنارم مثلا بترکونن، خیلی معذرت میخوام یه دونه مگس هم از کنارم بزز تمرکز رفت، یه لحظه فکر کنم که مثلا یزدان چه میدونم دیروز سر کلاس به من چی گفت، تمومه. ببین این ماجرا شاید مثلا 5 ثانیه هم طول نکشه، ولی یادت باشه 25 دقیقه برای برگشت تمرکزت حداقل وقت میخوای. عزیز دل من، برادر من، خواهر من، تو 3 ثانیه ذهنت میپره، 25 دقیقه حداقل وقت میخواد برگرده. ببین کتاب جلوت بازه ولی اون ارتباط اوله وجود نداره. ازت خواهش میکنم اصلا و ابدا و ابدا و ابدا و ابدا نذار حتی یک دونه از این حلقه های داخل این زنجیرت پاره بشه.
چه فرقی میکنه این حلقه اینجا باشه یا این حلقه اینجا باشه یا وسط زنجیر باشه؟ ارتباط از بین میره. از هر جایی که حلقه باز بشه خب زنجیر جدا میشه، جدا شد تمام است دیگه، چه فرقی میکنه؟ وزوز این مگس باشه، تلفن صحبت کردن مثلا مادر باشه، صحبتی که علی دیروز سر کلاس بوده باشه، چه فرقی میکنه؟